به نام خداوند جانافرین، حکیم سخن بر زبان آورین. سلام. سلام خدمت شما شاگردان نازنین و دوست داشتنی. امروز شما بخیر. به درس امروز خوش آمدین. امروز هم ما به خانه های شما آمدیم با یک موضوع خیلی جالب و دلچسب از کتاب کیمیای صنف 11. امیدوار هستم که همه تان خوب و صحتمند باشین و تا این لحظه را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و آماده سر حال پر انرژی برای درس جدید در واقع آمادگی تان را گرفته باشین. خب نازنینایم، امروز ما یک فصل جدید را آغاز می کنیم، فصل که امروز ما می خواهیم که شروعش در واقع از امروز باشه، فصل 5 کتاب کیمیای صنف 11 هست. امیدوار هستم که درس ها و جلساتی را که مربوط به در واقع فصل 4 بود شما به خوبی یاد گرفته باشین. موضوعاتی را که در فصل 4 گفته شد انشالله که مشکلی در اون نداشته باشین. امروز به امید خدا میخوایم یک فصل جدید را آغاز بکنیم. اما اینکه این فصل درباره چی هست، شما حتما در خانه همراه مواد غذایی لیمو مصرف میکنین، سرکه مصرف میکنین و در واقع اگر کسی از شما شاید اصطلاحاً مثلا در زندگی روزمره شنیده باشین این جمله را که میگن لیمو خوب هست برای هضم غذا، مثلا سرکه خوب هست چون تیزاب داره. اصطلاح تیزاب را حتما در زندگی روزمره شنیدین. و یا مثلا صابون را وقتی که مصرف میکنین، مواد شوینده را حتما اصطلاح قلوی را شاید شنیده باشین، میگن پاک کننده هست، قلوی داره. خب این اصطلاحات را حتما در زندگی روزمره تان شنیدین و باهاش آشنایی دارین. دقیقا این فصل کتابتان در رابطه با موضوع قلوی ها و تیزاب ها هست. خب اینکه تیزاب ها و قلوی ها دقیقا چی هستند، ما قرار هست در این فصل مورد بررسی قرار بدیم. شاگردان نازنینم، ساینسدان ها از زمان های اصلا ما میخوایم امروز آغاز بکنم قصه جالب تیزاب ها و قلوی ها را برای شما عزیزانم. امیدوار هستم که با دقت گوش بکنید. قصه خیلی جالبی، قصه علمی هست و قصه در واقع مهم و مفیدی هست. ساینسدان ها از زمان های خیلی قدیم بر اساس تجاربی که انجام دادند در واقع مفهوم قلوی ها و تیزاب ها را شناسایی کردند و به این نتیجه رسیدند که بله، تیزاب ها موادی هستند که مزه ترش دارند و رنگ بعضی از معرف ها را هم تغییر میتن و قلوی ها موادی هستند که در واقع تلخ مزه هستند و همچنان به این نتیجه رسیدن که کلمه تیزاب یا نام دیگهش اسید هست، از کلمه اسیدوس به معنای ترشمزه گرفته شده و کلمه قلوی یا القلی که نام انگلیسیش بیس هست از کلمه انگلیسی دی بیس به معنای کاستن و کاهش دادن گرفته شده. پس با این اوصاف میتونیم بگویم که از زمانهای خیلی قدیم علما مفهوم تیزابها و قلویها را شناسایی کرده بودند. اما اینکه دقیقاً در این فصل، فصل 5، کدام اهداف دنبال میشه و قرار هست که چه چیزهایی را شما یاد بگیرین، خب موضوعاتی که قرار هست در این فصل ما شما بیاموزیم و یاد بگیریم شامل این موارد هست. شاگردان نازنینم، اولی که تعریف تیزاب ها و قلوی ها از نظر علمای ساینس و علمای کیمیا چی بوده است، یعنی در واقع یک داستانی هست از اینکه قلوی ها و تیزاب ها چگونه تعریف شدند از ابتدا تا که ما برسیم به تعاریف جدیدتری که امروزه با او سر و کار داریم. و همچنان نکته دیگه ای که یا هدف دیگه ای که در این فصل به دنبالش هستیم این هست که فرق بین تعاریفی که علمای ساینس از تیزاب ها و قلوی ها کردن با هم چی بوده، یعنی هر عالمی آمده تعریفی را از تیزاب ها و قلوی ها کرده، یک شاخصی را به ما معرفی کرده، حالا فرق اینها با هم چی بوده
وقتی که عالم بعدی آمده تعریف کرده با عالم قبلی این تعریفش چه تفاوتی داشته و چقدر تانسته در واقع تعریفی که عالم قبلی کرده او را جامع تر و کامل تر بکنه. همچنین هدف دیگه‌ای که ما در این فصل به دنبالش هستیم است که مفهوم تضاب‌ها و قلوی‌های قوی و ضعیف را شما یاد بگیرید. شما در زندگی روزمره شنیدین که تضاب ضعیف هست، تضاب قوی هست. ولی اینکه حالا واقعا از نظر علمی و از نظر ساینسی و از لحاظ کیمیا تعریف تضاب‌ها و قلوی‌های قوی و ضعیف چگونه هست و چطور می‌تونیم اینها را فرق قائل شویم، قرار هست در این فصل یاد بگیرید. مفهوم پی اچ را قرار هست شما یاد بگیرید و اینکه ثابت آینایزیشن تیزاب و ثابت آینایزیشن قلوی چگونه محاسبه میشه، اینها تمام مواردی هست که قرار هست در این فصل شما یاد بگیرید و اهدافی هست که ما در این فصل به دنبالش هستیم. خب این مفاهیم بسیار کلان و گسترده هست، اما اینکه مشخصا امروز ما میخواییم چی را یاد بگیریم شاگردای نازنینم، امروز ما میخواییم که موضوع تعریف تیزاب ها و قلوی ها را کار بکنیم از دیدگاه دو عالم، یکی ارهینوس و دیگه البته سه عالم میشه، ارهینوس، برونستد و لوری. ما میخواییم ببینیم امروز اهداف درس امروز و اهداف جلسه امروز ما ای هست که شما یاد بگیرین که ارهینوس چه تعریفی از تضاب ها و قلوی ها داشته و همچنین دو عالم دیگه برام برونستد و لوری که بعد از ارهینوس آمدن چه تعریفی از قلوی ها و تضاب ها ارائه دادن و بعد هم این تعریف را با هم مقایسه می کنیم که بین آن چیزی که ارهینوس از تضاب ها و قلوی ها بیان کرده و برونستد و لوری بیان کردن چه تفاوتی وجود داره. امیدوار هستم در درس امروز مرا همراهی بکنین، کتابچه و قلم حتما همراهتان هست، درستان را با دقت گوش بکنین، درس خیلی جالبی هست. شاگردان نازنینم ابتدا میریم سراغ تعریف تضاب ها و قلوی ها از دیدگاه ارهینوس. میخوایم ببینیم که ارهینوس چه تعریفی را از تضاب ها و قلوی ها ارائه داده. پس در ابتدا تعریف تضاب ها و قلوی ها از دیدگاه که چه کسی؟ ارهینوس. خب ما میخوایم ببینیم که ارهینوس اصلا کی بوده. ابتدا براتون بگویم ارهینوس کیمیادان و فیزیکدان سویدنی بوده شاگردای نازنینم و در اول قرن بیستم زندگی میکرده و اولین برنده جایزه نوبل کیمیا بوده، یعنی اولین کسی بوده که جایزه نوبل کیمیا را گرفته در سال 1903. در واقع دیدگاه ارهینوس در رابطه با تضاب ها و قلوی ها یک انقلابی را در کیمیا ایجاد کرده. چرا؟ چون تا اون زمان علما فکر میکردن که مولکول ها به آیون های مثبت و منفی نمیتونن تجزیه شوند و تفکیک شوند. اما تعریفی که ارهینوس از تضاب ها و قلوی ها ارائه داد کاملا این نظریه اونها و دیدگاه اونها را رد میکرد و اونها به همین لحاظ مخالفت شدیدی با دیدگاه ارهینوس داشتند. تا اینکه در اون زمان دانشمندان جوانی که زندگی میکردن در زمان ارهینوس، اینها تجارب زیادی را انجام دادند و بالاخره نتایج تجارب اونها دیدگاه ارهینوس را تایید کرد و بعد از او بود که دیدگاه و نظریه ارهینوس راجع به تضاب ها و قلوی ها پذیرفته شد. اما اینکه دیدگاه و نظریه ارهینوس و تعریفی که ارهینوس از تضاب ها و قلوی ها ارائه داد چی بود شاگردای نازنینم؟ ارهینوس نظرش این بود که به طور خلاصه تضاب ها مرکباتی هستند که در محلول های آبی خودشان آیون های اچ مثبت تولید می کنند و قلوی ها مرکباتی هستند که در محلول های آبی خودشان آیون های او اچ منفی تولید می کنند. این خلاصه دیدگاه ارهینوس راجع به تضاب ها و قلوی ها هست که من روی مثال برای شما کار میکنم. به طور مثال شما HCl را در نظر بگیرید شاگردای نازنینه. HCl در واقع گاز هیدروژن کلوراید، سمبول G از گاز گرفته شده، نشان میده که HCl که میگه منظور ما گاز هست. زمانی که در آب قرار میگیره و محلول آبی خود را میسازه، در محلول آبی خود تجزیه میشه با آیون های H مثبت
و Cl منفی، یعنی در واقع محلول آبی هست. اصطلاح AQ از اکوا گرفته شده به معنای محلول آبی، درست شد؟ به معنای محلول آبی. خب در محلول آبی خود آیون های H مثبت و Cl منفی را تولید میکنه. شما دقت بکنین در اینجا، و این البته یک تعامل رجعی هست. خب این تعریف ارهینوس این را بیان میکنه که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول های آبی خودشان آیون های اچ مثبت تولید می کنند. اما قلوی ها را چگونه تعریف کرد؟ به طور مثال یک قلوی که داریم سودیم هایدروکساید. سودیم هایدروکساید شاگردان نازنینم شکل جامد هست، یک قلوی هست. زمانی که در آب قرار می گیرد محلول آبی خود را می سازد، و در صورتی که محلول آبی خود را ساختنی در داخل آب قرار گرفت، به او صورت به آیون های تشکیل دهنده خود تجزیه می شود. تجزیه می شود به چی؟ به Ni مثبت و OH منفی. درست شد؟ و یه هم یک تعامل رجعی هست. خوب دقت کنید، در واقع خلاصه تعریف تیزاب ها و قلوی ها از دیدگاه ارهینوس اچ دو چیز میشه. تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول های آبی خودشان آیون های اچ مثبت تولید میکنند. قلوی ها مرکباتی هستند که در محلول های آبی خودشان آیون های او اچ منفی تولید میکنند. این خلاصه تعریف ارهینوس از دیدگاه چی هست؟ در واقع خلاصه تعریف ارهینوس هست در مورد تیزاب ها و قلوی ها. ببینید دو فاکتور در اینجا خیلی عمده هست، واضح هست که اچ مثبت و یک او اچ منفی. به طور خلاصه در واقع در تعریف تیزاب ها و قلوی ها نشانه تیزاب ها از دیدگاه ارهینوس اچ مثبت و نشانه قلوی ها آیون او اچ منفی هست. خب امیدوار هستم که تا این قسمت درس یاد گرفته باشین. مشکلی نیست، خیلی آسان بود موضوع. اما میپردازیم به دیدگاه بعدی. دیدگاه بعدی دیدگاه چی هست؟ در واقع دیدگاه بروستد لوری هست. تعریف تیزاب ها و قلوی ها از دیدگاه کی؟ از دیدگاه بروستد لوری. برونستد لوری. برونستد لوری دو دانشمند بودن. برونستد کیمیادان دانمارکی بود و لوری کیمیادان انگلیسی. درست شد؟ این دو دانشمند و این دو کیمیادان بعد از ارهینوس نظریه خودشان را درباره تیزاب ها و قلوی ها، یعنی تعریف خودشان را درباره تیزاب ها و قلوی ها ارائه کردند. البته دیدگاه برونستد لوری درباره تیزاب ها و قلوی ها و تعریفشان یک مقداری جامع‌تر و کلی‌تر از تعریف ارهینوس درباره تیزاب ها و قلوی ها بود. اما اینکه دیدگاهشان چی بود؟ خلاصه دیدگاهشان و خلاصه نظریهشان و خلاصه تعریفشان از قلوی ها و تیزاب ها این گونه هست که تیزاب ها مرکباتی هستند که پروتون دهنده هستند. پروتون منظورشان در این تعریف چی هست؟ آیون اچ مثبت. چون ببینید هیدروژن، شاگردای نازنینم، اتم هیدروژن خب یک چی داره؟ نمبر اتمیش یک هست، به این معنی که یک پروتون داره و یک الکترون داره. زمانی که یک الکترون خودم میبازن، یعنی منفی یک الکترون میشن، آیون اچ مثبت تولید میکنن. اچ مثبت به این معنی که وقتی یک الکترون خود باختن، خب فقط یک پروتون برشان میمانه. پس یک آیون تبدیل به یک آیون اچ مثبت میشن، یک پروتون برشان میمانه. و میخاطر هست که آیون اچ مثبت رو به نام پروتون هم یاد میکنی. وقتی ما پروتون میگیم منظور ما آیون اچ مثبت هست. خب بروستد لوری اینگونه تعریف کردند که تیزاب ها مرکباتی هستند که در تعاملات کیمیاوی پروتون دهنده هستند، یعنی آیون اچ مثبت را می دهند، و قلوی ها مرکباتی هستند که آیون اچ مثبت را می گیرند یا پروتون را می گیرند. به طور خلاصه تیزاب ها مرکباتی هستند که نقش پروتون دهنده را دارند، و قلوی ها مرکباتی هستند که نقش پروتون گیرنده را دارند. اگر دقت بکنید در تعریف برونستد و لوری صحبتی از آیون او اچ منفی نشده، یعنی یک مقدار تعریف کلی‌تر و جامع تر شده. خب مثال بیاریم با توجه به تعریف برونستد لوری. به طور مثال HCl گازی. HCl به شکل گاز زمانی که محلول آبی خود را تولید میکنه، یعنی در آب قرار میگیره. خب ببینید شما در اینجا HCl از دو بخش، یک بخش مثبت قسمن مثبت و یک بخش منفی تشکیل شده. اچ مثبت Cl منفی. در اینجا HCl چیکار میکنه؟ اچ مثبت خود را در واقع تسلیم چی میکنه؟ به آب میده.
درست شد؟ اچ مثبت را به آب میته. در نتیجه اینجا نقش چی را داره؟ نقش پروتون دهنده را داره. پس ای به نام چی یاد میشه؟ به نام تیزاب برونستت و لوری. به نام تیزاب برونستت لوری یاد میشه چون نقش پروتون دهنده را داره. خب چرا تیزاب برونستت لوری یاد میشه؟ چون پروتون دهنده هست. شاگردای نازنینم، پروتون دهنده هست و آب پروتون را گرفته، یعنی آیون اچ مثبت را گرفته. پس این از دیدگاه برونستت و لوری قلوی هست، قلوی برونستت لوری. چرا؟ چون پروتون گیرنده هست. خب چون پروتون گیرنده هست. خب چی تولید میشه؟ خب اچ مثبت میبازه، آیون سی ال منفی تولید میشه، سی ال منفی تولید میشه، جمع. آب یک پروتون میگیره، آیون هیدرونیم را تولید میکنه. دقت کردین؟ پس اینجا HCl تیزاب برونستت لوری هست چون پروتون داده، اچ مثبت از دست داده و آب پروتون را گرفته، آیون هیدرونیم را ساخته، پس قلوی برونستت لوری هست در اینجا. خب یک مثال هم روی قلوی ها براتون میزنم. به طور مثال، برای مثال مثلا ما میاییم چی رو کار میکنیم؟ تعامل HCl، اگر من این رو در بالا براتون بنویسم، چون انشالله در قسمت بالا شما یاد گرفتید، مشکل نیست. خب تعامل HCl خب اینجا به خاطر از اینکه موضوع براتون مخلوط نشه، HCl جمع آمونیا. خب HCl گازی جمع NH3 آمونیا. خب وقتی دو دونه با هم تعامل میکنه، شاگردای نازنینم دقت بکنید، اینجا HCl یا هیدروژن کلوراید به حیث پروتون دهنده عمل میکنه، یعنی اچ مثبت را در واقع به چی میته؟ به آمونیا میته. پس اینجا بالاش نوشته میکنیم پروتون دهنده. چون HCl به حیث پروتون دهنده عمل میکنه، پس چی هست؟ پس تیزاب برونستت لوری میشه، تیزاب برونستت لوری. و آمونیا به خاطر از اینکه پروتون را میگیره، قلوی چی هست؟ قلوی برونستت لوری هست. خب چی تشکیل میشه؟ وقتی که یک اچ مثبت به آمونیا داده میشه، آیون آمونیم تولید میشه. شاگردای نازنینم، آیون آمونیم تولید میشه، N4 مثبت و Cl منفی هم بهش تعامل میکنه، آمونیم کلوراید تولید میشه که جامد هست. خب شما به طور خلاصه تعریف برونستت لوری رو در این دو مثال دیدید. برونستت لوری تعریفشان این بود که تیزاب ها مرکباتی هستند که در تعاملات کیمیاوی به حیث پروتون دهنده عمل می کنند، پروتون می دهند، و قلوی ها مرکباتی هستند که در تعاملات کیمیاوی به حیث پروتون گیرنده عمل می کنند، مانند آمونیا که آیون اچ مثبت یا پروتون را گرفته. خب شاگردای نازنینم چطور بود درس امروز؟ خیلی آسان بود درس امروز. امیدوار هستم که درس امروز خیلی خوب یاد گرفته باشین. خب به خاطر که درس امروز براتون در واقع بهتر تحکیم شود، یک کارخانگی براتون دارم و کارخانگی من این هست که تمریناتی را که من امروز کار کردم، مثلا آمونیا HCl در آب را و همچنین HCl با آمونیا را انشالله خوب یاد گرفته باشین، من یک تمرین براتون دارم و او هست که شما تعامل آمونیا NH3 با آب را، محصولش را مشخص بکنید و همچنان تیزاب و قلوی برونستت لوری را هم در اینجا مشخص بکنید. خب تشکر و توجهتان به درس امروز. تا جلسه آینده، خداوند حافظ و نگهدارتان.